با آقای دکتر نوذری در دفتر کارشون داریم گفتگو میکنیم در بیولی هیلز لس آنجلس. خب دکتر نوذری، چرا ما اشیا رو رنگین میبینیم؟ چرا جنگل ها سبزن؟ چرا آسمان آبیست؟ شاید شروع کنم از اینکه چرا جنگل ها سبز هستن، چرا درخت ها سبز هستن. و برای پاسخ دادن به این سوال بایستی برگردیم به بالای 2 میلیارد سال پیش، زمانی که چند میکروب تصمیم میگیرن با هم دیگه زندگی بکنن. یعنی در ابتدا 3 میکروب تصمیم میگیرن با هم زندگی کنن و این تصمیم گیری و این همزیستی در آینده نزدیک حیات میده به برگ و این برگ به لطف این همزیستی کار رو انجام میده که هم جنگل‌های ما رو سبز میکنه و هم اینکه اکسیژن رو تقدیم به کره زمین میکنه تا اینکه ما بتونیم روی کره زمین زندگی بکنیم. مثلث 3 میکروب. مثلث 3 میکروب. به خاطر این هم هست که واقعا برای درک حیات روی کره زمین و رنگی بودن حیات روی کره زمین ما بایستی آجر حیات رو بشناسیم و آجر حیات میکروب ها هستند، جد بزرگ همه ما. و میدونید که حیات روی کره زمین راز اون در دی ان ای هست و ما دی ان ای ژن های مشترک زیادی با بقیه حیوانات داریم، با بقیه موجودات داریم، حتی بین انسان و یک میوه ژن های مشترک زیادی هست. از اون طرف ما نبایستی فکر بکنیم که انسان دارای بیشترین ژن‌ها هست، اتفاقا برعکس. یا اینکه نبایستی فکر بکنیم که انسان برتر است از همه دیگه و از همه بیشتر میتونه پروتئین بسازه، درست برعکس، اصلا اینطور نیست. حالا اگر یک سر بزنیم به بالای 2 میلیارد سال پیش، یک اتفاق مهم روی کره زمین میفته، یک واکنش شیمیایی. ما از میان تریلیون ها واکنش شیمیایی که در روی کره زمین رخ میدن، اگر واقعا بخوایم به دو تای اونها مدال طلا رو بدیم، یکی از اونها هست نورخواست یا فتوسنتز و یکی از اونها هست شیمیوسنتز. شروع میکنم با اون اولی. من اولی رو فروزانه، البته فروزانه انتخاب کردم، به نظرم انتخاب خوبی هم هست. حالا ببینیم فرهنگستان چی میگه به جای فتوسنتز. بله ببخشید. چه اتفاقی میفته؟ کره زمین دارای گاز سمی هست به اسم گاز کربونیک و تنها دسترسی کره زمین به انرژی برای اونهایی که در سطح کره زمین هستند نور خورشید هست. حیوانات از جمله انسان قادر به ساختن غذای خودشون نیستن. به خاطر اینم هست که ما بقیه رو میخوریم، هم گیاهان رو میخوریم هم حیوانات دیگر رو میخوریم. حیوانات هم همین کار رو میکنن، اما گیاهان این کار رو انجام نمیدن. اونها قادر هستن تا غذای خودشون رو خودشون بسازن، خودکفا هستن. خودکفا هستن و برای انجام این کار از همون اول از یک جا بایستی انرژی رو بگیرن تا این انرژی رو تبدیل به ماده بکنن، تبدیل به غذا بکنن. بنابراین منبع انرژی برای اونها خورشید هست یا فوتون، آفتاب. فوتون نه بار الکتریکی داره، جرم هم نداره، ذره هست و در این حال موج هست و چون موج هست دارای طول موجهای گوناگون هست، دارای نوسانهای گوناگون هست. وقتی که یک فوتون بعد از این همه مسافت طولانی به سطح برگ میرسه، در درون برگ، در یک بخش خاصی از این برگ که همون میکروب هست، یکی از اون میکروب هاست که یک روز با هم قرار همزیستی گذاشتن، باعث این میشه که یک الکترون هیجان زده بشه و شروع بکنه به حرکت کردن و مولکول آب
شکسته بشه، هیدروژن جدا بشه، اکسیژن جدا بشه. در همین لحظه هست که اکسیژن رو به عنوان ماده زائد پس میزنه. به کجا پس میزنه؟ به اطراف خودش که کره زمین هست. یعنی ماده زائد این واکنش شیمیایی اکسیژن هست که بدون اون برای ما زندگی کردن امکان پذیر نیست. این الکترون شروع به حرکت کردن میکنه و حیات میده به یک مولکولی که به لطف اون مولکول موجودات میتونن انرژی کسب بکنن. اسم این مولکول هست ATP و پیوند فسفات نقش اصلی رو بازی میکنه در ایجاد انرژی. و این واقعا شبیه به واحد پولی هست که در کشورها استفاده میشه. شما اگر واحد پولتون برای مثال یورو باشه، میتونید در بسیاری از کشورها از اون استفاده بکنید، با اون معامله بکنید. اگر واحد پول شما با ارزش باشه، مثل دلار باشه، میتونید با اون در بسیاری از کشورها و شهرها استفاده کنید برای معامله، برای خرید و فروش. گیاهان هم از یک واحد پولی استفاده میکنن که همه جا استفاده داره و این واحد پولی اسمش هست ATP. بنابراین این مولکول درست میشه، این واحد پول درست میشه که به لطف اون حالا میتونن کربن رو که در یک ماده سمی هست، در یک گاز سمی هست، اون رو تبدیل بکنن به گلوکوز و این میشه پایان این واکنش شیمیایی. بنابراین به همین سادگی یک گاز کربونیک رو، یک گاز سمی رو به لطف فوتون که از خورشید آمده، اینها رو باعث میشن که تبدیل بشه به قند، یک مولکول پیچیده. حالا این قند رو، این گلوکوز رو، یا اینکه خودشون استفاده میکنن، غذاشون رو ساختن، برای اینکه باهاش سلولوز بسازن، برای اینکه باهاش پروتئین بسازن، برای اینکه باهاش ساختار خودشون رو بسازن، یا اینکه اونها رو به ما میدن، ما از اونها استفاده میکنیم، وارد بدن ما میشه، یا اونها رو به حیوانات میدن، حیوانات اون گیاهان رو میخورن و بنابراین این ماده پر انرژی وارد بدن اونها میشه و بعد انسان اون حیوانات رو میخوره، بنابراین وارد بدن انسان میشه. پس خلاصه کنم، ما دو نوع موجود روی کره زمین داریم: موجوداتی که بقیه رو نمیخورند، خودکفا هستند، خودشون غذای خودشون رو درست میکنند که در این صورت این کار رو، این انرژی رو از فوتون میگیرند که از خورشید آمده به زمین، و ما یک سری موجوداتی داریم که بایستی بقیه رو بخورند، از جمله انسان، چون توانایی ساختن غذای خودشون رو ندارن. حالا وقتی که فوتون وارد بدن برگ میشه، به اون میکروب میرسه که در قلب برگ هست، یک میکروب آنتیک هست، یک میکروب عتیقه هست، قدیمی هست. هنوز هم این میکروب که یکی از سابقه دارترین میکروب های روی کره زمین هست، روی کره زمین وجود داره، هنوز هم هستش. اما الان ما داریم در مورد این میکروب در قلب این برگ صحبت میکنیم. همونطور که گفتم، نور دارای یک طول موج هست. طول موجی که قابل دیدن هست از رنگ آبی هست تا رنگ قرمز. اما این میکروب نور سبز رو جذب نمیکنه، نور سبز رو پس میزنه، اما نور آبی و نور قرمز رو جذب میکنه. و چون نور آبی و قرمز رو جذب میکنه و نور سبز رو پس میزنه، بنابراین جنگل ها سبز دیده میشن. اما این در واقع نتیجه کامل نبودن دگرگشت هست، شاید خوشبختانه. حالا اینجا یک پرانتز باز کنم. وقتی که ما در زیست شناسی در مورد جهش صحبت میکنیم، در مورد اشتباه صحبت میکنیم، در مورد کامل نبودن صحبت میکنیم، اینها همش نتیجهش دگرگونی و شاید زیباتر شدن زندگی هست و بنابراین این واژه ها رو نبایستی معادل همین واژه ها در پرس کنید علوم اجتماعی یا حرفهای روزمره دونست. برای مثال شما یک آدرس اشتباه به شما میدن، یک جای دیگه سردر میارید، خب این یک اشتباه بد هست.
شما یک جای سرمایه گذاری میکنید اشتباه کردید، ورشکست میشید، یک اشتباه بد هست. در زیست شناسی اشتباه این مفهوم رو نداره، اشتباه و زندگی پا به پای هم پیش میرن. یعنی بسیاری از نمودهای حیات و بسیاری از زیبایی هایی که ما امروز شاهد هستیم نتیجه اشتباهاتی است که در فرگشت رخ داده، از جمله دیدن برگ‌های سبز. یعنی جنگل را اگر امروز ما سبز می‌بینیم، اگر این اشتباه در فرگشت رخ نداده بود احتمالاً برگ‌ها سیاه رنگ بودن، نیست؟ دقیقاً همینطور هست. به خاطر اینکه اگر دنیا می‌خواست کاملاً مؤثر باشه در کسب انرژی، برگ‌ها می‌بایستی سیاه باشن. سیاه باشه. و دنیای ما سیاه و سفید می‌شد. چرا؟ چون در صورت سیاه بودن تمام این طیف نور رو جذب میکنن و اگر تمام نور رو جذب بکنن طبیعتا انرژی بیشتری رو هم میسازن، انرژی بیشتری رو هم جذب میکنن. بنابراین دنیای سیاه و سفیدتر از یک زاویه بسیار موثرتر بود. بنابراین جانوزر وقتی فوتون برخورد میکنه با برگ، حالا با میکروب درون برگ، چندین بهره‌وری داره، چندین خلاقیت داره، چندین دستاورد داره. یک، گلوکوز تولید میکنه، اکسیژن تولید میکنه. حضور چه که از کنم که به نظرم اینا اتفاقات خیلی مهمیه، یعنی در واقع خود برگ ها عامل حیات میشن که من و شما بتونیم روی کره زمین زندگی بکنیم. و از همه مهمتر این که ما درخت ها رو سبز ببینیم، یعنی چندین اتفاق با هم میفته، نیست؟ دقیقا همینطور هست. و واقعا ایجاد این همه دگرگونی و حتی رنگ‌های سبز متفاوت بنابراین یک دگرگشت کامل حیات میداد به یک دنیای سیاه و سفید، یک دگرگشتی که کامل نیست، حیات داده به اون چیزی که ما امروز شاهد اون هستیم. حالا وقتی که شما این قند رو دارید در درون برگ، حالا این قند مثل یک پول، مثل یورو، مثل دلار در بانک برگ ذخیره شده. حالا این رو بایستی وقتی که نیازمند هست تبدیل بکنه دوباره به انرژی. وقتی خود برگ نیازمنده، خود برگ وقتی نیازمنده. خود برگ فرض کنیم میخواد شاخه بسازه. درست. برگ میخواد تنه خودش رو بسازه. برگ میخواد سلولوز بسازه. برگ میخواد آنزیم بسازه. الان اینجاست که بایست این واحد پول مشترک رو بگه خب من این دلار رو ساختم، اما حالا نیازمند به حرارت هستم، الان نیازمند به آنزیم هستم. شما وارد سوپرمارکت برگ میشید، برگ میخواد یک ماده رو انتخاب کنه چون نیازمند اون هست و این کار رو به کمک این قند انجام میده، اون رو میده یک چیز دیگه میگیره. همونطور که گفتم با این انرژی، با این مولکول، با این واحد پول هر چی که دلش بخواد میتونه بخره. اما این بار کار تبدیل کردن این گلوکوز به اون چیزی رو که میخواد، این رو یک میکروب دیگه در دل برگ انجام میده. به خاطر این هم هست که این همزیستی یک واقعا شاهکار هست که بالای 2 میلیارد سال پیش اتفاق افتاده. بنابراین این میکروب ها الان در دل برگ در کنار هم هستن، این بار به کمک اکسیژن درست کار وارونه نورساخت یا کار اون ترجمه‌ای که شما کردید فروزانه درست برعکس اون انجام میشه. یعنی اینکه این قند رو میشکنه و با شکستن این قند انرژی آزاد میشه و این بار ماده زائد اکسید کربن هست و اون رو آزاد میکنه و آب، یعنی یک واکنش برعکس اون چیزی که قبلا اتفاق افتاده بود. اما اون انرژی اصلی از کجا اومده؟ از خورشید، از آفتاب. به خاطر همینم هست که واقعا مدال طلا در میان این همه واکنش شیمیایی، یکی از مدال‌های طلا میره به این واکنش شیمیایی که کاملا خارق العاده است. ما هنوز همه چیز رو در مورد این واکنش شیمیایی نمیدونیم. اگر میدونستیم از همین سیستم برای تولید انرژی استفاده میکردیم و احتمالا انسان موفق به این کار میشه. شما تصورش رو بکنید وقتی که امروز از خونه میرید بیرون به تک تک برگ‌ها که نگاه میکنید یک دنیای عجیبی در این برگ هست و یک واکنش شیمیایی داره انجام میشه که هنوز حیرت آور هست. هنوز ما همه چیزش رو دقیقا نمیدونیم، اما به طور خلاصه
این برگ شبیه به یک پنل عمل میکنه، یک صفحه خورشیدی عمل میکنه که این روزها خیلی مد شده، اما در یک مقیاس بسیار موثرتری با اون نازکی خودش اون فوتون رو میگیره، اون ذره رو میگیره، ذره‌ای که هم ذره هست و هم موج هست، و از میان تمام این طول موج‌ها سبز رو انتخاب نمی‌کنه، سبز رو به دنیا پس می‌زنه. بنابراین دنیا سبز دیده میشه با رنگینه‌های متفاوت. قرمز و آبی رو میگیره، الکترون رو هیجان زده می‌کنه، مولکول آب رو میشکنه، اکسیژن رو آزاد می‌کنه و اون رو تبدیل می‌کنه به یک مولکولی که همه جا کارساز هست، همه جا استفاده داره، و بعد در موقع نیاز اون مولکول قند رو که ساخته میشکنه و انرژی اون رو آزاد میکنه برای هر کاری که بخواد، و از اون طرف اون رو هم هنوز به ما تقدیم میکنه. بنابراین درخت نه تنها اکسیژن رو به ما تقدیم میکنه، ماده غذایی رو هم به ما تقدیم میکنه، چون ما قادر به ساختن غذای خودمون نیستیم برخلاف گیاهان. اما یک اتفاق دیگه هم روی کره زمین افتاده. ما این اتفاق دوم رو به تازگی واقعا با اون آشنا شدیم. در مورد اون صحبت بوده حتی در قرن گذشته، اما تا این حد در موردش واقعا نمیدونستیم که امروز میدونیم. و اون این که یک نوع واکنش شیمیایی دیگه در روی کره زمین رخ میده بدون استفاده از فوتون، بدون استفاده از آفتاب، بدون استفاده از نور خورشید. پس مگر ایجاد انرژی بدون خورشید هم امکان پذیر هست؟ و جواب این پرسش مثبت هست. بله، ما میتونیم انرژی ایجاد کنیم بدون نور خورشید، و این هست که این واکنش شیمیایی دوم رو مؤثر و عجیب و غریب و خارق‌العاده و استثنایی میکنه. و اگر این مسئله درست هست، بنابراین یک خبر خوب دیگه هم داره واسه ما. احتمال حضور حیات در سیارات دیگه به مراتب بیشتر از اونی هست که ما تا به حال فکر می‌کردیم. کاملا. به خاطر اینکه شما میتونید حیات در سیارات دیگه هم داشته باشید بدون حضور آفتاب. کاملا درست. دکتر روزلی، حالا این که مربوط میشد به برگ‌های سبز، اما ما یه گونه برگ که نداریم که، ما گونه‌های متعدد داریم با شکل‌بندی های متفاوت، فرم های مختلف. میخوام ببینم که کارکرد این مثلث در همین برگ ها یکسانه یا متفاوته؟ نه، در تمام برگ ها یکسان هست. تمام این برگ ها کار فروزانه رو انجام میدن، نور خاص رو انجام میدن، یعنی نور رو میگیرن و اون رو تبدیل میکنن به قند و آب و اکسیژن رو پس میزنن از اون. در همه مشترک هست. اما اونچه که جالب هست این هست که برگ و درخت یک موجود هوشمند هست. هوشمندی در علم زیست شناسی تعریفش این هست که تصمیمی که گرفته میشه به نفع ادامه حیات. این تعریف هوشمندی هست. و درخت تصمیمات هوشمندانه میگیره. برای مثال اگر شما نور آفتاب رو نداشته باشید، هوا سرد باشه، آب نباشه، آفتاب نباشه، درخت یواش یواش اون رنگینه های خودش رو کنار میزنه، اون میکروبی که مسئول این کار هست به خواب میره و بیشتر رنگ های دیگه میان، رنگ های شبیه به قرمز و آبی و زرد و نارنجی، و این کار واکنش شیمیایی رو در یک سطح بسیار بسیار پایین تری انجام میده، یعنی یک جورای سوخت و ساز خودش رو خاموش میکنه، از بین نمیره، خاموش میکنه، و زمانی که شرایط مساعد میشه دوباره اون رنگ آبی و قرمز رو میگیره، سبز رو پس میزنه و اون میکروب دوباره به حیات برمیگرده. و این هست که درخت ها رو بسیار جالب میکنه، یعنی قادر هستن که با شرایط محیط خودشون رو وفق بدن به جای اینکه از بین برن. شما کمتر درختی رو میبینید که به سادگی از بین بره، یعنی مرتب تصمیمات هوشمندانه گرفته میشه در سطح شیمیایی. و خب از این نظر که درخت ها قاعدن نیازهای خودشون رو تأمین بکنه، به کمک کسی هم احتیاج ندارن، میشه گفت که در جریان فرگشت اونا یه پله از ما جلوتر هم. به خاطر اینکه قدیمی تر از ما هستن. و قدیمی تر از ما. بله، ببینید مثلا ما ژن‌های مشترک با برنج داریم، دانه برنج، و ما ژن‌های مشترک داریم، ما پروتئین‌های مشترک داریم با بسیاری از درخت ها.
اما چون انسان، حضور انسان مدرن برمیگرده به 250 هزار سال پیش، ما یک جورایی اون ژن‌ها رو از اونها به ارث گرفتیم، از گذشتگان خودمون روی کره زمین به ارث گرفتیم. ما در کار زیستشناسی یک شیوهی هست که شما میتونید ژن‌ها رو ردیف بندی بکنید و همیشه ما سعی میکنیم ببینیم کدوم یک از ژن‌ها بین همه سلول‌ها، بین همه موجودات مشترک هست و بعد همینطور میریم عقبتر و عقبتر و عقبتر و عقبتر تا ببینیم کدوم موجودی بوده که به همه اینها حیات داده، بین همه اینها مشترک هست. و به همین دلیل هم هست که وقتی این کار رو انجام میدید شما میرسید به اون میکروب ها که در بین همه ما مشترک هستن. اما همینطور که به طرف جلو میاید قدمت نقش مهم میداره، یعنی اینکه اگر شما یک انسان رو فرض کنید یا یک شامپانزه رو یا یک دلفین رو یا یک خفاش رو مقایسه بکنید، فرض کنید با خزندگان، از اون خزندگان هست که این ارث ها به ما رسیده، چون اونها بسیار قدیمی تر از ما هستن روی کره زمین. خب حالا بریم بر سر رنگ های دیگه، اینکه رنگ سبز بود و رنگ جنگل ها. حالا اگر ما یک سری بزنیم به قعر اقیانوس ها، اونجا که دیگه آفتاب نیست، آفتاب به طور مؤثر تا 100 متر در دل دریا نفوذ میکنه و به طور غیر مؤثر میتونه تا 200 متر هم پیش بره، از اون به بعد امکان نداره، بنابراین تاریکی مطلق هست. اما اگر شما چند هزار متر در دل اقیانوس پایین برید، در نهایت شگفتی حیات رو میبینید، شما موجودات رو میبینید که بسیار بسیار عجیب هستن، اصلا تصورش هم به ذهن ما واقعا نمیرسیده. و بعد جالب اینجاست که اگر شما در قعر اقیانوس، این بار در آب نه، در دل زمین شکاف بزنید، در آب دیگه نه، در خود زمین شکاف بزنید و پیش برید، حتی چند صد متر حیات رو در اونجا میبینید. و حتی در خشکی اگر شما چند صد متر، 200 متر، 500 متر برید در دل زمین، جایی که آفتاب نیست، در اونجا هم در کمال شگفتی حیات رو میبینید. یعنی روزی نیست که ما میکروب ها و حیات های تازه ای رو در شرایطی پیدا میکنیم که واقعا عجیب هست، شرایطی که آفتاب نیست، شرایطی که حرارت بسیار بسیار بد هست، شرایطی که مواد بسیار بسیار سمی هستند، شرایطی که بسیار گازهای خطرناک تولید میشن و حتی در شرایطی که ما رادیواکتیویتی بالایی هم داریم، اما در تمام این شرایط شما حیات رو میبینید. بنابراین این یک خبر خوب هست. بنابراین این فرضیه که نور و حیات دو عامل لازم و ملزومن عملا خط میخوره دیگه، نیست؟ دقیقا، یعنی شما کافی است که به این نوع حیات نگاه کنید که الان در مورد اون توضیح میدم، یعنی واکنشی که اون هم مدال طلا رو میگیره. شما اول وقتی که به قعر اقیانوس میرید، وقتی این حیوانات رو نگاه میکنید، رنگ رو به اون صورت دیگه نمیبینید. بیشتر حیوانات، حتی ماهی ها، سفید رنگ هستن. گاهی اوقات حتی میتونید درون بدن اونها رو هم ببینید، شفاف هستن. چه اتفاقی اونجا افتاده؟ اونجا که از فوتون خبری نیست، در اونجا اون انرژی نتیجه شکسته شدن هیدروژن سولفوره شده هست، هیدروژن دارای گوگرد هست. این پیوند که شکسته میشه انرژی خودش رو آزاد میکنه و به لطف این انرژی کربن که یک ماده سمی هست در درون دریا، در حتی زمین کف اقیانوس ها تبدیل به قند میشه. یعنی همون اتفاقی در سطح کره زمین اتفاق افتاده بدون حضور فوتون. و این واقعا جدید هست، یعنی اینها همه برمیگرده به چند هفته پیش، چند ماه پیش. یعنی مرتب گروه هایی که موفق میشن به قعر اقیانوس ها برن در جاهایی که ما حتی فکرش رو هم نمی کردیم، حیات خودش رو نشون میده. اون چیزی که جالب هست این هست که در اونجا شما شیوه های ابتدایی همزیستی رو میبینید. در سطح کره زمین این همزیستی یک شیوه پیشرفته به خودش گرفته، تا جایی که حیات داده به درخت. شما حتی تصورش رو هم نمیتونید بکنید که برگ یک درخت میکروب باشه، نتیجه همزیستی بین میکروب ها باشه، چون اون پیچیدگی، اون زیبایی درخت، اون رنگ ها از این درخت یک موجود تازه ساخته، یک ساختار جدیدی به شما
میده. اما وقتی که شما در دل اقیانوس میرید، شما اون همزیستی ابتدایی رو میتونید ببینید. و به خاطر همین هم هست که امروزه بیشتر آزمایشگاه های بزرگ رو آوردن به قعر اقیانوس ها، رو آوردن حتی به دل زمین در خشکی، و ولی برن در زمین فرو و اونجا به دنبال حیات بگردن. و چرا این مسئله مهم هست؟ چون باز نشون میده که احتمال حضور حیات در سیارات دیگه بیشتر از اون چیزی هست که ما فکر میکردیم. ما نبایستی با معیار خودمون به حیات فکر بکنیم، یعنی بگیم چون این گاز سمی هست، چون من نمیتونم توی این گاز سمی زندگی کنم، پس حیات هم امکان پذیر نیست. نه، این غلط هست. ما امروز میدونیم که یک گاز سمی بسیار مناسب هست بسیاری برای بسیاری از حیوانات. حالا این میکروب هایی که در قعر اقیانوس موفق شدن که هیدروژن گوگردی رو، سولفور شده رو بشکنن و از انرژی اون تولید قند بکنن، این کار رو برای بعضی از ماهی ها هم انجام میدن. بنابراین ماهی وجود پیدا کرده، گاهی اوقات یک سری خرچنگ های واقعا عجیب و غریب وجود پیدا کردن، اما اونها انرژی خودشون رو چطور میگیرن؟ به لطف همین همزیستی. ما شما حتی کرم هایی رو میبینید در ته دریای مدیترانه، خیلی زیاد دور نه از فرانسه، در نزدیکی های فرانسه، اگر شما در دل مدیترانه پیش برید، کرم هایی هست که کاملا سفید رنگ هستن، سفید سفید، بسیار زیبا. چرا سفید هستن؟ چرا رنگ ندارن؟ چون بالا نیستن، چون کاری به طیف نور ندارن، چون هیچ ارتباطی با رنگ آبی و نور قرمز ندارن، یا حتی اینکه نور سبز رو پس بزنن، بنابراین سفید هستن. و دنیای کف اقیانوسا هر چقدر که ابتدایی تر میشه سیاه و سفید تر میشه، هر چقدر که شما از دل مدیترانه باراتر میاید دنیا رنگین تر میشه. اما نبود نور خورشید باعث نشده که حیات به وجود نیاد. همونطور که شما در مورد رادیواکتیو، نباسی ما فکر بکنیم چون من نمیتونم در رادیواکتیو زندگی کنم بنابراین حیات هم وجود نداره. نباسی فکر بکنیم که چون من نمیتونم در آب جوش زندگی کنم، این داره قلقل میزنه، میسوزونم آدم، گرم هست، حرارت، حیات هم وجود نداره. نه، اینطور نیست. ما امروز حیات رو داریم در دل آتش فشان ها، ما امروز حیات رو داریم در دل مواد رادیواکتیو، ما امروز حیات رو داریم در قعر زمین بدون حضور آفتاب. بنابراین این دوتا واکنش شیمیایی دو واکنشی هستن که انسان قادر میشه به زودی تمام اسرار اونها رو کشف کنه. ما تقریبا در مورد اون فروزانه همه چیز رو میدونیم، ولی همه چیز رو نمیدونیم. یعنی روزی که همه چیز رو بدونیم، احتمالا خود ما هم باید به این کار دست بزنیم، به جای استفاده کردن از این سبهای خورشیدی که پیچیده هستن، گران هستن، و اون رو شما مقایسه بکنید با برگ لطیف یک درخت. تشکر میکنم دکتر نظری، بسیار عالی، بحث کلی آموختیم از محفظ امروز. همیاران عزیزم، و آدم هر چقدر بیشتر میشنوه بیشتر حیرت میکنه از اون چه که در روند فرگشت گذشته، و ما یکی از دستاورداشیم، یکی از دستاوردهای تلاشهایی که در این کره زمین صورت گرفته توسط عوامل مختلف ناشناس و شناسا، تا ما امروزه در کنار هم بنشینیم و درباره موضوعات صحبت رو. دو چیز تشکر و سپاس از شما تا دیداری دیگه. کوچیک میتونم بگم؟ بله، خیلی سریع. خود انسان نتیجه اشتباه هست، خود انسان نتیجه جهش هست. اگر اشتباه نبود در دگرگشت، انسان هم وجود نداشت، و انسان بایستی واقعا سپاسگزار باشه، چون این اشتباه، این جهش حیات داده به چالش. دقیقاً موضوع مهمی است به نظر من. تشکر. Vamos lá.